خلاصه کتاب عادات موفقیت ثروتمندان، اثری از دین گرازیوسی، از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ماجویا. اکثر ما فکر میکنیم که آدمای موفق و ثروتمند فقط شانس بیشتری داشتن، اما این تصور درست نیست. موفقیت ربطی به شانس نداره. افراد موفق نمیشینن تا چیزای خوب سراغشون بیاد، اونا از جاشون بلند میشن و موفقیت رو میقاپن. اینها افرادی هستن که برای خودشون یه چشمنداز دارن و برای تحقق چشمندازشون ریسک میکنن و از قرار دادن خودشون توی موقعیت‌های ناآشنا ابایی ندارن. درسته که هر سرمایه گذاری یا ریسکی نتیجه نمیده، اما آدم هایی که این طرز فکر رو دارن بیشتر احتمال داره که توی زندگی موفق بشن. این چیزیه که افراد موفق رو از معمولی ها متمایز میکنه. اونها ذهنیت میلیون دلاری دارن، در حالی که ممکنه فکر کنی که اینجا قرار صرفاً از وجنات افراد موفق صحبت بشه، باید بهت بگم که از این خبرها نیست. اینجا قرار درباره یه کسی حرف بزنیم که میتونی تو بهش تبدیل بشی. تو هم میتونی ذهنیت برنده آدمای موفق رو داشته باشی، فقط به شرطی که بخوای. تو فقط باید مثل یه میلیونر فکر و رفتار کنی. این یعنی باورهای محدود کنندت رو با باورهای توانمندساز و عادات مضر خودت رو با عادتهای موفقیت ساز عوض کنی. بخشهای مختلف این کتاب برای کمک به تو توی انجام همین کار طراحی شدن. اونها مجموعه ای از اصول ساده و در عین حال قدرتمند رو ارائه می کنن که می تونی همین الان اونا رو توی روال روزانه خودت بگنجونی. هرچند این کتاب روی موفقیت مالی تمرکز داره، اما عادتهایی که بهت یاد میده طوری طراحی شدن که توی همه زمینه‌های زندگیت، از زندگی عاشقانه گرفته تا سلامتی، تو رو به سمت رضایتمندی سوق میدن. اگه زمان بذاری و روی خودت کار کنی، میتونی به سطوحی از ثروت، رفاه و شادی دست پیدا کنی که هرگز باور نمی کردی دست یافتنی باشه. توی خلاصه کتاب عادات موفقیت ثروتمندا به پرسش های زیر پاسخ داده میشه. چرا توصیه هایی که از دوستان و بستگان میگیری ممکنه بهت آسیب برسونه؟ افسانه ناواهو چطور میتونه موفقیت رو به ما یاد بده؟ کدوم عنصره که همه افراد موفق ازش برخوردارن؟ فصل اول: آگاهانه تر عمل کن و با شناسایی چیزی که واقعا بهت انگیزه میده به اهدافت پایبند باش. آیا میتونی صادقانه بگی که میدونی از زندگی چی میخوای؟ اگه نه، تو تنها نیستی. اکثر مردم با این سوال چالش دارن. با این حال خیلی راحت میتونن بگن از زندگی چی نمیخوان. مثلا ممکنه بگن که نمیخوان تنها یا فقیر باشن، اما وقتی نوبت به خواسته هاشون میرسه گیج میشن. اگه میخوای توی زندگی موفق باشی، عدم آگاهی از خواسته هات میتونه یه مانع بزرگ بر سر راهت باشه. چطور میشه انتظار داشت خواسته هات رو به واقعیت تبدیل کنی اگه حتی ندونی چی هستن؟ چنین شرایطی مثل این میمونه که بدون این که بدونی مقصدت کجاست، ماشینتو روشن کنی و عازم سفر بشی. فکر میکنی چه اتفاقی میفته؟ خب احتمالاً در نهایت گم میشی و بنزین تموم میکنی. زندگی هم همینطوره. اگه اون رو بی هدف بگذرونی به جای جالبی نمیرسی. برای همین مهمه که گاهی وضعیت رو بررسی کنی،
و به خودت یادآوری کنی که واقعا برای چی تلاش میکنی. به عبارت دیگه، تو باید چرایی خودت رو پیدا کنی. این چرایی همون چیزیه که تو رو به حرکت در میاره. این عمیق‌ترین، خالص‌ترین و واقعی‌ترین خواسته توه. با این حال همیشه به راحتی مشخص نمیشه که چرایی ما واقعا چیه. برای فهمیدن این مسئله ممکنه نیاز باشه کمی خودت رو تحلیل کنی. خوشبختانه من و تیمم تکنیکی رو برای کمک به تسریع روند شناسایی خود ابداع کردیم که اسمش هست 7 سطح عمیق. این تکنیک 7 مرحله چرایی داره و بهترین حالتش اینه که 2 نفری انجام بشه. پاسخی که به هر چرا میدی مبنای سوال بعدیه. به عنوان مثال، در جواب این سوال که چرا میخوای 100 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشی، ممکنه بگی چون باعث میشه وقتم آزاد باشه. سوال بعدی میتونه این باشه که چرا آزاد بودن برات مهمه، و در جواب ممکنه بگی چون میتونم زمان بیشتری رو با خانوادم بگذرونم. هر دور سوال تو رو وادار میکنه تا کمی عمیق‌تر به انگیزه هات و چیزهایی که تو رو به حرکت در میارن فکر کنی. یه بار توی یکی از دوره‌های انگیزشی این تمرین رو روی یکی از حضار انجام دادم و از پاسخ نهایی شرکت کننده متحیر شدم. این مرد فاش کرد که وقتی مادرش درگذشت معتاد به مواد مخدر بوده و از این شرمنده بود که این آخرین تصویری بود که مادرش از اون داشت. اون بقیه عمرشو صرف انجام کارهای خوبی توی دنیا کرد تا بتونه اون شرمندگی رو جبران کنه. چرایی تو هر چی که باشه، اگه این حس رو داشته باشی که واقعا تو رو به حرکت در میاره، کمک میکنه که چشماندازت از جایی که میخوای در نهایت بهش برسی شفاف و واضح بشه. فصل دوم، بر نیروهای منفی درونت که تو رو عقب نگه میدارن غلبه کن. مردم ناواها که یکی از بزرگترین قبایل سرخپوستان در قاره آمریکاست، افسانه‌ای دارن که برای بچه‌هاشون سینه به سینه نقل کردن. اونا میگن توی وجود همه ما 2 گرگ هست که دائما با همدیگه درگیرن. یکی از گرگ‌ها موجودی حسود و بدخواهه که توی دنیا فقط بدی می‌بینه. اون یکی پر از عشق و شفقته و معتقده که میتونه به هر چیزی که توی ذهنش باشه برسه. کدوم یکی از این گرگ‌ها برنده مبارزه است؟ هر کدوم که تو تصمیم بگیری بهش غذا بدی. درست مثل گرگ بدخواه اون افسانه، همه ما یه صدای کوچیک درون خودمون داریم که شک و تردید رو توی وجودمون میکاره و عزت نفسمون رو میبلعه. این صدا لذت رو از زندگی میدزده و ما رو از پیش رفتن توی زندگی منصرف میکنه. اگه میخوای موفق باشیم، باید یاد بگیریم که چطور این صدا رو خفه کنیم، و این یعنی مراقب عادتهای بدی باشیم که اون رو تغذیه میکنن. یه مثال از این موضوع موقعیه که برای اصلاح نقاط ضعفمون وقت صرف میکنیم. برای مثال، شاید تجربه کرده باشی که وقتی نمره بعدی توی حساب دیفرانسیل و انتگرال گرفتی، والدین یا معلم ها مجبورت کردن که زمان بیشتری رو نسبت به دروسی که واقعا ازشون لذت میبری صرف اون کنی. این توصیه خیلی رایج و خیلی آسیب زننده است، چون وقتی روی نقاط ضعف تمرکز کنی، در بهترین حالت بیشتر وقتت رو صرف تلاش برای به دست آوردن نتایج متوسط میکنی که فقط باعث میشه بیشتر احساس حقارت کنی. فصل سوم، شیوه هایی رو در پیش بگیر که بهت کمک میکنن با بهترین نسخه خودت بدرخشی. خوشبختانه نیروهای منفی درونت توسط نیروی دیگه‌ای تعدیل میشن به اسم قهرمان درونی.
قهرمان درونیت خود تو هستی. انگیزه داره، اعتماد به نفس داره و مشتاق به زندگیه. وقتی به قهرمان درونیت اجازه میدی بدرخشه، واقعا کاری وجود نداره که نتونی انجام بدی. توی این بخش سه عادت موفقیت برای پرورش قهرمان درون رو بررسی میکنیم. اولین عادت اینه که خودت رو مثل یه برنده نگاه کنی. دو مرد رو تصور کن که توی یه رستوران پشت میزهای مختلف نشستن. یکی عبوسه، شلوول نشسته و سفارشش رو مثل زمزمه به گارسون میگه. اون یکی صاف نشسته، به گارسون لبخند میزنه و باهاش شوخی میکنه. به نظرت کدوم یکی از این دو نفر بیشتر از زندگیش لذت میبره؟ کدومشون توی کارش بهتره؟ کی عاشق بهتریه؟ کی اعتماد به نفس بیشتری داره؟ به طور شهودی میتونیم نتیجه بگیریم که نفر اول آدم افسرده‌ایه که به نظر میاد توی مشکلات زندگی غرق شده. در مقابل مرد دوم پر از انرژی و نشاط به نظر میاد، یا به عبارت دیگه بیشتر شبیه یه برنده به نظر میرسه. میدونی چیه؟ ممکنه تو خودت رو یه برنده نبینی. در این صورت احتمالاً این سوال برات پیش میاد که ادای برنده رو درآوردن چه فایده ای داره. خب این که چطور عمل کنی رسالت تو برای خودسازیه. مطالعات خیلی زیادی نشون دادن که لبخند زدن واقعاً احساس بهتری بهت میده، یا گرفتن ژست یه آدم قدرتمند باعث میشه احساس قدرت بیشتری کنی. تو باید خودت رو مثل یه برنده نگاه کنی، چون حتی اگه اولش نقش بازی کنی خیلی زود واقعا همون آدمی میشی که نقشش رو بازی میکردی. این در مورد نحوه صحبت کردن درباره خودت هم صدق میکنه. برای همینه که دومین عادت موفقیت اینه که همیشه وقتی درباره خودت صحبت میکنی از زبان مثبت استفاده کنی. وقتی چیزایی مثل من عصبانیم یا استرس دارم میگی، باعث میشه توی این احساسات گیر کنی. در عوض سعی کن مثبت صحبت کنی و جلوی کلمات منفی رو قبل از این که از دهنت خارج بشن بگیری. اگه نشد و این کلمات از دهنت در اومدن، اشکالی نداره. آرامش خودت رو حفظ کن و جملت رو دوباره بگو. برای مثال اگه گفتی استرس دارم، این جمله رو اینطوری تغییر بده: دارم به خودم فشار میارم، اما تهش میدونم که چیزای جدیدی قرار یاد بگیرم. سومین عادت موفقیت اینه که حلقه اجتماعی خودت رو پرورش بدی. ممکنه خودت ازش آگاه نباشی، اما از افراد اطراف خودت تقلید میکنی. همه ما این کار میکنیم. ما عادات و الگوهای فکری دیگری رو برای خودمون انتخاب میکنیم. به عنوان مثال اگه میخوای بدن متناسبی داشته باشی، دوستی با افرادی که به تناسب اندام علاقه دارن بهت کمک میکنه. همین رو میشه درباره موفقیت مالی هم گفت. اگه میخوای از نظر مالی موفق باشی، با آدمهای دوست شو که از نظر مالی موفقن. احاطه کردن خودت با افراد مثبت و متمرکز بر راه حل بهترین راه برای انتخاب هرچه بیشتر عادتها و الگوی فکری موفقیت. فصل چهارم، تو همون چیزی هستی که خودت میگی. زندگی همه ما داستانی داره. روایتی که از این داستان به دیگران و به خودمون میگیم توضیح میده که ما کی هستیم و چرا این طور شدیم. البته این داستانهایی که ما میگیم تا حدی بر اساس اینه که اتفاقات چطور توی زندگیمون رخ دادن. اما به هر حال این یه خیابون دو طرفه است، چون داستانهایی که برای خودمون تعریف میکنیم هم نحوه زندگی ما رو تعیین میکنن. برای مثال
اگه من واقعا باور نداشتم که داستان زندگیم داستان موفقیت آمیزیه، هرگز به سمتی نمی رفتم که مربی موفقی بشم. بنابراین داستان من مثل یه موتور موشکه که داره من رو به ارتفاعات بالاتر می بره، در حالی که داستانهای بقیه بیشتر شبیه وزنهاییه که اونها رو پایین می کشه. تو باید به داستانهایی که برای خودت میگی نگاه دقیقی بندازی تا مطمئن بشی تو رو عقب نگه نمیدارن. از خودت بپرس آیا داستان من روی دستاوردهایی که توی زندگی داشتم تأکید میکنه یا روی شکست هام تمرکز داره؟ آیا برای کارهای بیخواستیتی که توی زندگی انجام دادم بهانه میارم و جمله هایی از این قبیل میگم من فقیر هستم چون خوب بزرگ نشدم و به دانشگاه نرفتم؟ این نوع روایت ها سمی هن چون فقط باعث تحقیر ما میشن و پتانسیلمون رو محدود میکنن. البته تغییر این نوع خودارزیابی آسون نیست. در بعضی موارد ما برای مدت طولانی حتی دهه ها همین داستان رو برای خودمون تعریف کردیم و برای همین هم احساس میکنیم فقط به همین دلیل این داستان باید درست باشه. اما همونقدر که داستانهای زندگی ما ممکنه واقعی و ابدی به نظر برسن، مثل خیلی از چیزهای دیگه قابل تفسیر هم هستن. خوبه بدونی که اختلال کمبود توجه یا همون ADD بخشی از داستان زندگیم از زمان کودکیم بوده. برای مدت زمان خیلی طولانی من ADD خودم رو به عنوان یه نقص تصور می کردم که من رو به عقب نگه داشته و این موضوع عمیقاً روی عزت نفس من تأثیر گذاشت. به هر حال یه روز با متخصص مشهور ADD نت هالوول دیدار کردم که این روایت رو برعکس کرد. نت میگه افرادی که ADD دارن در واقع افرادی با انگیزه و پرشورن. ADD صرفاً به این دلیل به عنوان یه مشکل تلقی میشه که والدین و معلم‌ها از انرژی تموم نشدنی بچه‌ها ناامید میشن. از اون موقع ADD من نقش مثبتی توی روایت شخصیم از موفقیت ایفا کرده. جلو برو روایت خودت رو با برعکس کردن داستان من بیچاره خودت دوباره از نو بنویس. فصل پنجم، با حذف کارهای بیفایده بازدهی زمانت رو به حد اکثر برسون. کار سخت جزء عادتهای موفقیت میلیونرها نیست؟ مگه به همه ما یاد ندادن کار سخت برای موفقیت ضروریه؟ بله، میلیونرهای خودساخته اخلاق کاری خاص و متفاوتی دارن، اما احتمالاً تو هم تا جایی که جون در بدن داری کار میکنی. پس چرا موفقیتی حتی نزدیک به میلیونرها هم به دست نمیاری؟ آیا میلیونرها خیلی سخت‌تر کار میکنن یا ساعتهای خیلی بیشتری رو برای کار صرف میکنن؟ البته که جواب به هر دو سوال نه. مهم این نیست که اونها چقدر سخت کار میکنن یا چند ساعت وقت برای کار میذارن. سوال اصلی اینه که اونها چقدر از زمانشون استفاده مؤثر میکنن. در واقع میلیونرها اغلب ساعتهای کمتری نسبت به افراد عادی کار میکنن. اما نکته اینجاست که ساعتهایی که اونا برای کار صرف میکنن خیلی پربارتر از بقیه است. زمان رو به عنوان یه سرمایه گذاری در نظر بگیر که بازدهیش رو تضمین میکنه. ما همیشه میخوایم بازده سرمایه گذاری رو به حد اکثر برسونیم، پس باید هدفمون از سرمایه گذاری روی زمان هم به حد اکثر رسوندن بازده اون باشه. حالا این حرفی که زدم دقیقاً یعنی چی؟ این یعنی این که باید حداکثر زمانت رو صرف انجام کاری کنی که بیشترین درآمد رو داره،
و بقیه موارد رو به حداقل برسونی. با شناخت کارهایی که برای تو سودآورترین هستن شروع کن. شاید یه مهارت خلاقانه یا کسب و کاری که همین الان داری روش کار میکنی، هر چی که باشه، این همون نقطه شیرین مالی توه. تو میخوای بیشتر وقت خودت رو صرف این کار کنی، چون این چیزیه که زندگی و درآمدت رو به سریع‌ترین شکل ممکن ارتقا میده. استفاده کارآمد از زمان همونقدر که به معنی انجام کار واقعیه، به معنی کاهش زمان کار هم هست. به همین دلیله که فهرست کارهایی که نباید انجام داد میتونه به اندازه فهرست کارهایی که باید انجام داد مفید باشه. فهرست کارهایی که نباید انجام بدی میتونه بهت کمک کنه که با شناسایی و حذف کارهایی که ارزش چندانی ندارن زندگیت رو ساده و کارآمد کنی. توی این فهرست میتونی تمام کارهایی رو بنویسی که انجامشون میدی، اما توی اونها مهارت خاصی نداری، از انجامشون لذت نمیبری، یا زمان و انرژی که براشون صرف میکنی میتونه جای بهتری مصرف بشه. به عنوان مثال میشه به اتلاف ساعتهای زیادی توی اینستاگرام اشاره کرد. بعد کنار هر عنوان توی این فهرست عبارتهایی مثل حذف، جایگزین، اتوماتیک کردن، محول کردن به دیگری یا برون سپاری رو بنویس. برای مثال احتمالاً میتونی این استاگردی بی هدف رو به طور کامل از زندگیت حذف کنی. یه سری کارها مثل کارهای خونه یا کارهای مالی هستن که حتماً باید انجام بشن. توی این موارد به استفاده از فناوری یا استخدام افراد حرفه‌ای برای انجام اونها فکر کن. وقتی که همه چیزهای خسته کننده رو از زندگیت حذف کردی، آزاد خواهی بود که روی چیزی که برات درآمد داره و چیزی که خوشحالت میکنه تمرکز کنی. فصل ششم، با پرورش اعتماد به نفس از موانعت عبور کن. به نظرت یه عنصر ضروری که همه افراد موفق دارن چیه؟ پاسخ بدیهی تر از چیزیه که ممکنه فکر کنی، اعتماد به نفس. بیا یه لحظه صادق باشیم. آیا تا حالا شده به چیز ارزشمندی توی زندگی برسی در حالی که اعتماد به نفس داغون بوده؟ احتمالاً نه. برای مثال بدون اعتماد به نفس هرگز نمیتونستی با آدمی که عاشقش هستی قرار بذاری یا اون حرکت شغلی تعیین کننده رو انجام بدی. اعتماد به نفس شبیه یه ویسکی خوبه که موانع و شک به خودمون رو از بین میبره. اما واقعیت اینه که اعتماد به نفس دقیقاً چیزی نیست که بتونی اون رو توی یه لیوان سرو کنی و ازش لذت ببری. اعتماد به نفس چیزیه که یا اون رو داری یا نداری. درسته؟ خب راستش جواب میتونه هم بله باشه و هم نه. به این معنا که هرچند به معنای واقعی کلمه نمیتونی اعتماد به نفس رو بخری، اما کارهایی وجود داره که میتونی برای رشد و پرورشش انجام بدی. یه فرمول مفید برای بهبود اعتماد به نفست اینه که 4 تا 30 انگلیسی رو به خاطر بسپاری که مخفف شجاعت، تعهد، توانمندی و اعتماد به نفس هستن. بذار با شجاعت شروع کنیم. تمام اعتماد به نفس باز یافته با یه عمل شجاعانه شروع میشه، چه شروع یه کسب و کار باشه و چه بچه دار شدن. شجاعت نشون دادن تمایل به خارج شدن از منطقه امن و پرتاب کردن خودت به دنیای ناشناخته هاست. بعد به تعهد میرسیم. تعهد به این معناست که ثبات داشته باشی که چیزی رو به انتها برسونی. مهم نیست چی باشه،
یه رابطه، یه شغل، یه رژیم غذایی یا یه کار هنری. تو بدون داشتن تعهد به انجام اون کار به هیچ جا نمیرسی. بعد نوبت قابلیت میرسه که به مهارت‌هایی که در حال حاضر داریم و تمایل ما به یادگیری مهارت‌های جدید با گذروندن دوره‌ها و خوندن کتاب اشاره داره. اگه می‌خوایم به اهدافمون برسیم، باید آماده باشیم تا روی مهارت‌های خاصی کار کنیم. به عنوان مثال، اگه هدف تو تبدیل شدن به یه سرآشپز خبره است، باید چند تا مهارت آشپزی رو به دست بیاری. با تمرکز بر ستاسی اول، اعتماد به نفس به طور پیشفرض دنبالش میاد. شجاعت، تعهد و قابلیت همگی اعتماد به نفست رو بهبود میدن، چون پایه و اساس هر دستاورد واقعی هست. برای اینکه همین الان یکم اعتماد به نفست رو بیشتر کنی، یه قلم و کاغذ بردار و لیستی از پیروزی‌های خودت رو بنویس که شامل هر کاریه که توش مهارت داری، هر دستاوردی که بهش افتخار می‌کنی و هر ویژگی که توی خودت تحسین می‌کنی. ما معمولاً تمایل داریم خیلی سریع از پیروزی هامون فاصله بگیریم و بیشتر روی شکست هامون متمرکز میشیم. برای همین این تمرین آخر بهمون کمک میکنه تا به خودمون یادآوری کنیم که در واقع تا به حال خیلی بیشتر از چیزی که برای خودمون اعتبار قائلیم به دست آوردیم. سخن پایانی: تو میتونی همون الان عادت‌های موفقیت رو به کار ببندی تا مسیر زندگیت رو تغییر بدی و خودت رو توی مسیر آینده‌ای که می‌خوای قرار بدی. این عادات بهت کمک می‌کنن که به جای دماسنج تبدیل به یه ترموستات بشی، یعنی بهت این امکان رو میدن که به جای اینکه شرایط بیرون زندگیت رو کنترل کنن، خودت کنترل زندگیت رو دست بگیری. بعضی از این عادت‌ها برای کمک به تنظیم وضعیت ذهنی و سطح اعتماد به نفس طراحی شدن. بعضی هاشون برای اینکه داستان گذشته رو به خوبی برعکس کنن و اهداف آینده رو ترسیم کنن، و بعضی های دیگه ازت میخوان که نحوه گذروندن وقتت رو کنترل کنی. با تلاش برای به دست گرفتن کنترل زندگی خودت در زمان حال، میتونی تغییرات مثبت عمده‌ای توی مسیرت به سمت آینده ایجاد کنی. یه توصیه عملی هم برات دارم: چالش 30 روزه زندگی بهتر رو انجام بده. یادگیری عادات موفقیت یک شروع عالیه، اما برای عملی کردن این عادات باید اونها رو توی زندگیت بگنجونی. بنابراین حالا وقتشه که خوندن رو متوقف کنی و اقدام کنی. یه راه خوب برای شروع انجام چالش 30 روزه زندگی بهتره. این برنامه یه هیجان انگیز با چالش ها و تمرین های طراحی شده تا به مدت 1 ماه هر روز کمی افکارتو تغییر بده. فقط با چند دقیقه در روز شروع به برنامه ریزی مجدد عادتهات میکنی، اعتماد به نفست رو بهبود میدی و خودت رو توی مسیر آینده مطلوبت قرار میدی. امیدوارم که از شنیدن این خلاصه کتاب نهایت لذت رو برده باشین. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. با سپاس، علیرضا میر هستم از کانال آموزشی انگیزشی لیل و ما جویا. کتاب های صوتی از کانال لیل و ما جویا. با خواندن و هدیه دادن کتاب، آگاهی و دانش را گسترش دهیم.